اما قسمت یکی مونده به آخر، پیوستگی توابع براکتی. ما حد داشتن نداشتنشون رو بررسی کردیم، حالا میخوام پیوستگیشون رو هم با هم بررسی کنیم. تقریبا ماجرا همونه، توجه کنیم. میگه اگر داخل براکت عدد صحیح شود پیوسته نیست، مگر اینکه یکی از دو شرط زیر رو داشته باشه. من چی گفتم؟ گفتم داخل براکت عدد صحیح بشه. همونطور که تو حد بهتون گفته بودم، اصلا خود بحث x مهم نیست، مهم اینه که داخل براکت عدد صحیح بشه. حالا اگه داخل براکت عدد صحیح بشه پیوسته نیست، مگه اینکه یکی از دو تا شرط زیرو داشته باشه. کدوم شرط ها؟ اولی ضریب صفر کننده داشته باشه، دومی تابع داخل براکت توی اون نقطه مینیمم باشه. اگر یادتون باشه تو حد چپ و راست گفتیم تابع داخل براکت تو نقطه مینیمم و ماکسیمم باشه. پس میگیم با توجه به شرط حد داشتن و پیوستگی، تفاوت حد داشتن و پیوستگی در نقطه ماکسیمم، یعنی تو نقطه ماکسیمم تابع داخل براکت تابعمون حد داره اما پیوسته نیست. خب گفته تابع اف ایکس و سایه براکت ایکس دو در کدام نقطه پیوسته است؟ بچه‌ها ببینید، خود ایکس که مهم نیست، مهم داخل براکت. پس ما دونه دونه اینا رو بندازیم داخل براکت ببینیم چی میشه. اولیشو ببینی، رادیکال 3 اگه بندازیم تو براکت میشه رادیکال 3 به توان دو. اگه به توان دو برسیم میشه 3. پس توی براکت میشه عدد صحیح. ببین توی براکت ها حاصل براکت نه، توی براکت میشه عدد صحیح. وقتی تو براکت عدد صحیح بشه پس ناپیوسته است، بنابراین قابل قبول نیست. بعدی رو ببینی، اگه x باشه 1/2 داخل براکت میشه 1/2 به توان 2، پس میشه 1/4. پس توی براکت عدد صحیح نیست، پس بنابراین پیوسته است. این جواب گزینه 2. اما بیا بقیه رو بررسی کنیم. الان ببین اگه x باشه رادیکال 2، شما رادیکال 2 رو به توان 2 برسونی برابر میشه با 2، پس توی براکت باز عدد صحیحه، باز پیوسته نیست. و اگر شما x رو بذاری 1 داخل براکت 1 به توان 2 1، باز عدد صحیحه، باز پیوسته نیست. اما سوال بعدی گفته تابع باضابطه x به اضافه a در براکت 2x به اضافه 1 به اضافه کدام مقدار a در نقطه x مساوی با 1 پیوسته است؟ بچه ها اولین اتفاقی که باید بیفته اینه، شما توی براکت رو کار دید. اگه 1 رو بذارین توی براکت، داخل براکت میشه 3، پس عدد صحیحه. حالا که داخل براکت میشه عدد صحیح، باید ضریب پشتش هم بشه 0. پس میگم باید ضریب 0 شونده داشته باشه، یعنی x مساوی 1 باید ریشه پشت براکت باشه. یعنی من 1 رو اگر بذارم تو این پشتیه باید برابر با چند باشه؟ 0. یعنی 1 به اضافه a 0، پس a چند در میاد؟ -1. پس ببین چون تو براکت عدد صحیح شد، باید پشت براکتی چند بشه؟ 0 تا تابع پیوسته بشه. بعدی رو ببینید، گفته برای تابع f x مساوی براکت x دوم منهای براکت منفی x دوم در نقطه x مساوی 2 کدام مفهوم زیر درست است؟ گزینه ها رو نگاه میکنم میبینم بحث پیوستگی چپ و راسته. پس فقط کافیه که من برای این تابع حد راست، حد چپ و مقدار رو توی 2 بررسی کنم. اول بریم سراغ حد راست، لیمیت f x x به سمت 2 بیشتر. خب باید دونه به دونه اینا رو حساب کنیم. دقت کنید بچه ها، 2 بیشتر تقسیم بر 2، 2 بیشتر تقسیم بر 2 میشه 1 بیشتر، پس براکتش میشه 1. اینایی که منفی دارن یه خورده فکر کنید، 2 بیشتر یعنی 2 و خورده‌ای. یه منفی توش ضرب کن میشه -2 و خورده‌ای. پس چی شد؟ 2 بیشتر میشه 2 و خورده‌ای، منفی پشتشه -2 و خورده‌ای، تقسیم بر 2 بشه میشه -1 و خورده‌ای، براکتش هم میشه باریکلا -2. پس 1 بیشتر منهای براکت -1 کمتر میشه 1 منهای -2 که با هم حساب کردیم و جواب میشه برابر با 3. این شد حد درستش. حالا حد چند؟ لیمیت اف ایکس ایکس به سمت 2 کمتر میشه لیمیت ایکس به سمت 2 کمتر براکت ایکس دو منهای براکت منفی ایکس دو. خب 2 کمتر تقسیم بر 2، بچه اگه خود 2 بود 2/2 میشد 1، وقتی این 2 کمتر این میشه 1 کمتر، یعنی اولیه براکتش میشه 0. هیچ. اما اینو ببین، اینا که منفی دارن رو گفتم اینطوری حساب کن دیگه، تو حد چپ و راست هم گفتم بهت. 2 کمتر یعنی 1 و خورده‌ای، یه منفی توی سب بشه میشه -1 و خورده‌ای، تقسیم بر 2 بشه حتما یه عددی که منفی بیشتره. مثلا -1 و 8 دهم تقسیم بر 2 میشه -9 دهم، یه خوردم -1 بیشتره.
در نتیجه میشه یک کمتر منهای براکت منفی که بیشتر، یک کمتر چنده؟ صفر. منفی بیشتر منفی، این چند در میاد؟ یک. مقدار تابع یعنی این که به جای ایکسات بذاری دو، اف دو میشه براکت دو دوم، منهای براکت منفی دو دوم، دو دوم که میشه یک، منفی دو دوم میشه منفی یک، پس میشه یک منهای منفی یک برابر میشه با چند؟ دو. پس ما الان حد راستمون سه، حد چپمون یک، حد مقدار تابعمون دو، هیچ کنون با همدیگه برابر نیست، پس کلن پیوسته نیست. توجه کنید بچه ها، کل چیزی که اینجا باید بدونی محاسبه این براکتایی که منفی داره، یکیشو یه بار دیگه میگم. ببین، دو بیشتر یعنی دو و خورده ای، منفی توش ضرب شه میشه منفی دو و خورده ای، تقسیم بر دو منفی یک و خورده ای، پس میشه منفی کمتر براکتش میشه منفی دو. گرفتی؟ این براکتایی که توی ایکس اون توی یه منفی ضرب میشه، مثلا اگر میگه سه بیشتر، تو بذار سه و خورده ای، تو ذهنت بذار سه و خورده ای حساب کتاب بکن که اشتباه نکنی. مثلا میگه دو کمتر، بذار یک و نه دهم. مثلا میگه پنج بیشتر، بذار پنج خورده ای. میگه هفت کمتر، بذار شیش خورده ای. یه منفی توش ضرب کن، بعد شروع کن حساب کردن برای اینکه اشتباه نکنی. بعدی رو ببین، گفته تابع ایگرگ مساوی براکت کوسینوس ایکس در کدام نقطه حد دارد ولی پیوسته نیست. چی گفتم؟ گفتم تفاوت حد داشتن و پیوستگی تو چه نقطه ایه؟ ماکسیموم. پس میگم نقطه ای را میخواییم که به ازای آن براکت ماکسیموم شود. پس جواب گزینه سومه. چرا؟ پی دوم کوسینوس ایکس صفره، پی سوم یه دومه، دو پی یکه، پنج میشه منفی رادیکال سه دومه. اصلا بیشترین مقدار کوسینوس چنده؟ یک. تو چه ایکسی ایجاد میشه؟ دو پی. پس جواب میشه گزینه چند؟ سه. سوال بعد، گفته تابع با ضابطه اف ایکس مساوی ایکس دو منهای پنج ایکس به دو شیش در براکت ایکس در چند نقطه صحیح پیوسته است؟ خب ببینی، ما میگیم هر عدد صحیح این داخل بذاریم حتما تو براکت میشه عدد صحیح. پس میگم در هر عدد صحیح داخل براکت عدد صحیح میشه. وقتی تو براکت عدد صحیح میشه، برای اینکه پیوسته باشه باید ضریب صفر شونده داشته باشه. یعنی کافیه که x2 منهای 5 x به 6 رو بزنیم برابر با چند؟ صفر. از اینجا یه x در میاد دو، یه x در میاد سه. یعنی چند تا نقطه شد؟ دو تا نقطه. دقت کنید x مهم نیست. کجا مهمه؟ داخل براکت. بعدی گفته تابع با ضابطه fx مساوی x2 در براکت x به اضافه a2 در براکت x به اضافه 1 به اضافه چه مقدار a در x مساوی 1 پیوسته است؟ تو می اینو نگاه میکنی میگی آقا گفته پیوسته. اول از یه براکت فاکتور گرفتیم، سادش کردیم. الان اگر نگاه کنی حتما به ازای یک میفهمی که توی براکت عدد صحیح میشه. وقتی توی براکت عدد صحیح میشه در شرایطی میتونه پیوسته باشه که ضریبش صفر باشه. یعنی نگاه بکن، باید ضریب صفر شونده داشته باشه. پس یک به اضافه آدو باید بشه صفر، پس باید آدو بشه منفی. میشه این اتفاق بیفته؟ معلومه که نه. پس بنابراین این قابل قبول نیست و جواب توهی میشه، میشه هیچ مقدار آ. سوال بعد، گفته تابع براکت ایکس دوم در براکت ایکس سوم در کدام نقطه پیوسته است؟ دوباره نقطه به ما داده دیگه. ما اول اصلا ببینیم مثلا شاید تو براکت یکیشون باشه که صفر عدد صحیح نکنه. من بگردم ببینم کدومشون اون تو رو عدد صحیح نمیکنه. میام جایگذاری میکنم. قشنگ نگاه کن. یکو بزنم میشه یه دوم، میشه یه سوم. میگم ای خودشه. هیچ کدومشون عدد صحیح نمیشه. اما سه ببین، سه اینو عدد صحیح میکنه. سه سوم میشه. شیش رو نگاه، شیش دوم اینو عدد صحیح میکنه، اینم عدد صحیح میکنه. دوازده، دوازده دوم شیش، دوازده سوم چهار، بازم عدد صحیح میکنه. پس من چی میگم؟ میگم به ازای x مساوی یک داخل هیچ کنم از براکت عدد صحیح نمیشه. یعنی جواب همون گزینه چند میشه؟ یک میشه.